سلام به دوستان شنبه دهم اسفند 1398 29 فوریه 2020 در چند سال اخیر من و بعضی از دوستانم همیشه تلاش داشتیم در گفتگوهای رسانه‌ای یک مرزی بین جمهوری اسلامی و ایران قائل بشیم من حتی در مصاحبه با بعضی از رسانه‌ها مثل بی بی سی وقتی اونها از عبارت رهبر ایران برای آقای ای استفاده می‌کنن در همون برنامه اعتراض کردم بهشون که نباید آقای خامنه‌ای رو رهبر ایران نامید رهبر جمهوری اسلامی شایسته ایشون هست و چیزی خودش هم همین رو میپسنده یعنی در هیچ جا آقای خامنه‌ای و عواملش حساسیتی نسبت به ایران نشون ندادن شما وقتی پیام‌های نوروزی رهبر جمهوری اسلامی بینید هیچ ای از نمادهای ایرانی حفسین و مسائل دیگه نمی‌بینید ایشون نماد همیشگی که همراهش چفیه فلسطینی هاست من اصلا دنبالی نیستم میگم بد یا خوب میخوام بگم که خود آقای خامنه هم اصراری نداره که رهبر ایران باشه اما بعض از رسانه ها اصرار دارن که به ایشون رهبر ایران بگن نمیدونم چرا بر اساس چه سیاستی به هر حال علاوه بر اینکه معتقدم بایستی بین جمهوری اسلامی و, و ایران یک فاصله قائل شد مدت هاست معتقدم که منافع جمهوری اسلامی در تضاد کامل با منافع ایرانه و اون چیزی که منافع ایران رو تأمین میکنه سم مهلک برای جمهوری اسلامی و بالعکس شاید هیچ چیزی مثل این ویروس جدید نمیتونست این فرضیه رو ثابت بکنه ببینید وقتی که منافع جمهوری اسلامی ایجاب میکرد که موضوعی به این اهمیت و با این حد از خطر رو از مردم مخفی کنند به خاطر راهپیمایی 22 بهمن و به خاطر انتخابات دیدید که مخفی کردن مقامات اجرایی، قضایی، رسانه‌ای، افرادی که بعدا خودشون هم مبتلا شدن اومدن اصلا اصل قضیه رو انکار کردن با تأکید میگفتن این ویروس به ایران نیومده که حالا دامنگیر خودشون هم شده و متاسفانه وقتی دنبال چاره هستن که از دست همه خارج شده یعنی بعد از یک ماه خورده ای که در سراسر دنیا هشدار داده میشه و اقدامات امنیتی اقدامات احتیاطی داره صورت میگیره تازه امروز وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که کسانی که میخوان از قوم خارج بشن تست میشن یعنی بعد از اینکه از قوم که ظاهرا مرکز انتشار اولیه بوده به همه ایران صادر شده حالا تازه میگن میخوایم کسانی که از قوم خارج میشن رو کنترل بکنیم در حالی که الان دیگه اگه میخوان کار بکنن باید حداقل در 23 یا 24 استان که خودشون پذیرفتن که کرونا نفوذ کرده این کار رو انجام بدن اما این کار هم کار نمایشه به دنبال کار نمایشی که رهبر جمهور اسلامی دیروز انجام داد یک نوار ویدئویی پر کرده از پزشکان و پرستاران تشکر کرده آی خامنه ای اگر میخواد کاری بکنه حالا غیر از اینکه قطعا باید حکومتشون محاکمه بشه به خاطر اینکه با مخفی کردن یک همچین موضوعی جان بسیاری از ایرانی ها و بسیاری از افراد در سایر کشورها رو به خطر انداختن چون بعضی از افراد ایرانی که از ایران خارج شدن و مطلع نبودن که به این ویروس مبتلا هستن ویروس رو به کشورهای دیگه منتقل کردن علاوه بر اینکه باید, باید محاکمه بشن در مقطع فعلی حداقل باید معذرت خواهی کنه نه اینکه حالت یک آدم طلبکار بیاد بشینه و تشکر بکنه آقای خامنه ای با کاری که خودش کرده و حکومتش کرده در واقع هم پزشکان رو به درد سر انداخته هم پرستاران رو به درد سر انداخته بسیارشون رو جانشون رو به خطر انداخته و هم بسیار از ملت ایران رو باعث آرودگیشون شده یعنی اگر بخواد کاری بکنه حالا غیر از که قطعا باید ایشون و محاکمه خواهد شد یکی از عناوین اتهامی مهمش همین موضوع خواهد بود اما امروز به جای اینکه بیاد قیافه خیلی آدم انسان دوست و م... اه... اه... اهل تشکر و سپاس رو نشون بده باید به سرش بزنه پایین و معذرت بکنه این ویروس به نظر من مهمترین نقشش علا... به حال متاسفیم که هزینه های سنگینی داشت اما یک دستاورد بزرگ داشت این ویروس افشاگر بود و حتی به ساده ترین خوشبین ترین و حتی معتقد ترین افراد به جمهوری اسلامی نشون داد که آنچه که جمهوری اسلامی رو تقویت میکنه خطر برای مردم ایرانه و آنچه که مردم ایران رو نجات میده سم برای جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی برای اینکه برگزار بکنه برای اینکه برگزار بکنه مدت مخفی کرد این ویروس رو در شرایطی که همه کشورهای دنیا در رفت آمدهاشون با چین احتیاط می‌کردند، هواپیمایی ماهان هواپیمایی خائن ماهان که در مدیریت عالیش با حزب کار، با یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی آقای حسین مرشی سفرهای متعدد به چین داشت و از همون هواپیماها در سایر مسیرها استفاده شد جشنواره ایران با شکوه برگزار کردن در شرایطی که همه دنیا و خود چینی قرنطینه کرده بودند به هر حال این افشاگری رو دست کم نگیرید یعنی این ویروس قطعا بلای جان جمهوری اسلامی خواهد شد بسیار از افراد نشون داد که جمهوری اسلامی تا روزی که باشه هیچ امنیتی هیچ آسایشی هیچ آسایش خاطری برای ایران نیست نه تنها اون دروغی که بعضی از طرفداران جمهوری اسلامی اعم از اصلاح طلب و اصولگرا گفتن که اولش امنیت داریم نه تنها اون دروغ افشا شد بلکه ثابت شد جمهوری اسلامی به عمد به دنبال ایجاد مشکل برای مردم به دنبال ستاندن جان مردم هست من نمیدونم چرا شاید فکر میکردن که درگیر شدن مردم با این ویروس باعث میشه که سایر فسادها ها سایر رسوایی های جمهوری اسلامی برای مدتی تحت شها قرار بگیره که البته قرار گرفت اما خود این رسوایی خود قصه ای که مردم بابت این دارن انقدر بزرگ است که با هیچ پوشش پیدا نخواهد کرد نکته دیگه از افشاگری این ویروس این که ثابت شد که هر کس به نحوی با به این حکومت به مردم دروغ میگه آقای محمود صادقی میاد میگه من کرونایی شدم و حالا هم اصلا مساعد نیست امیدی به زندگی ندارم سه روز بعد میگه با فداکاری همسر عزیزم نجات پیدا کردم در شرایطی که مردم عادی به دنبال یک ماسک هستن این آقا سه روزه خوب میشه اون یکی آقا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میاد با لباس تشریفاتی خودش وای میگه من کرونایی شدم و دیگران این هم افشاگری کمی نبود یعنی مردم ثابت شد بهشون هر کسی که به نحوی در قالب جمهور اسلامی به گنجه اسم فرق نمیکنه اصلاح طلب اصولگرا اعتدالی حسن روحانی ثابت شد که دشمن مردم ایرانه ثابت شد حسن روحانی نه تنها رئیس جمهور نیست بلکه دشمن جمهوره آدمی که میاد در شرایطی که پیشرفته ترین کشورهای دنیا میان تعطیلی میکن... اعلام میکنن میاد میگه از شنبه کشور به شرایط عادی برخواهد گشت و بعد وزیر بهداشتش میاد میگه این هفته بدترین هفته ما خواهد بود امروز بزرگترین خدمتی که این ویروس به ایران کرد و به ایرانی ها کرد نشون داد که هر کس به نحوی حامی جمهوری اسلامی باشه نمیتونه چیزی جز دشمن مردم ایران باشه و ما این موضوع رو مدیون کسانی هستیم که جانشون بر سر بر این ویروس رفت قطعا تاریخ از کسانی که جانشون در این مصیبت از دست رفت یاد خواهد کرد که اینها باعث شدند که چهره مخوف، چهره کثیف و چهره فاسد جمهوری اسلامی روشن برای حتی ساده خوشبینترین ترین و حتی حامیان جمهوری اسلامی افشا بشه و این افشاگری قطعا تاریخ جمهوری اسلامی، تاریخ کشور ما را تغییر خواهد داد. سرنوشتی برای جمهوری اسلامی درست خواهد کرد عبرت آموز این رو با یقین به شما میگم من آدمی نیستم که بخوام حرف شعاری بزنم قطعا این ویروس افشاگر سرنوشت ایران رو تغییر خواهد داد و سرنوشت جمهوری اسلامی رو تغییر خواهد داد تاریخ یاد خواهد کرد از دوره ما که جمهوری اسلامی چه کرد با مردم و این بزرگترین خدمته خدمتی که جمهوری اسلامی کرد من چند هم گفتم یک رنسانسی در ایران ایجاد خواهد کرد که نه تنها اثرش در ایران مشاهده خواهد شد در سایر کشورهایم که ساده لوحانه دنبال حکومت مذهبی بودن افشاگری این افشاگری باعث خواهد شد که هیچ کس تا زمانی که خاطرات این روزهای جمهوری اسلامی زنده است فکری برای حکومت مذهبی و حکومت ایدئولوژیک نکنه موفق باشید